الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله. <تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله علی محمد و آله الطاهرین و الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدين قسمت 58 از کتاب شریف کافی حدیث دوم در کتاب توحید کنتو عند ابی منصور نل قال اخبرنی رجل من اصحابی پیش این ابو منصور طبیب بودم که ایشون گفت که یکی از اصحاب من برای من خبر داد قال کنت و انا و ابن عبیل عوجا و عبدالله ابن مقفع فل مسجد الحرام فقال ابن المقفع گفت که من و ابن ابی العوجا و عبدالله ابن مقفع که علمای بزرگ و فلاسفه و رؤسای زنادقه و دهریین آن زمان بودند در مسجد الحرام نشسته بودیم فقال ابن المقفع ابن مقفع که خود از بزرگان اندیشمندان و فلاسفه اون زمان بوده گفت ترون نهاد الخل و او ما بیده الى موضع الطواف ما منهم احد اوجب له اسم الانسانیه الا ذالك الشيخ الجالس یعنی ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام ابن مقفع گفت که این مردم می بینید یه اشاره کرد به مردمی که داشتن تواف میکردن گفت هیچ کدوم از اینا شایسته این نیست که اسم آدم و انسان بر او گذاشته بشه الا اون شخص و اون شیخ بزرگواری که نشسته اند در آنجا و اشاره کرد به امام صادق علیه السلام فعمل باقون فرعاون و بهائم بقیه را که میبینی اینا حیواناتن اینا سرگردان و خار و خاشاکن اینها فهم و شعور و درکی ندارن اصلا اسم آدم برای اینا حیفه فقط ما فلاسفه و علما و مدعیان علم و حکمت را باید گفت انسان و اون یه نفر را بقیه اینا حیوانان فقال الله ابن عبل ابن عبل العوجا که خود از هم و هم او بود گفت و کیفا او جبت ها و زل اسم لها دونه ها اولا چطور اومدی اسم انسان را و اسم انسانیت وصف انسانیت را برای این شخص شایسته دانستی و همه اینا رو خارج کردی قال لعنی رأیتو عندهو مالم عره و عندهم گفت چون من در نزد این آقای بزرگوار چیزهایی دیدم که در نزد دیگران ندیدم و طالبی چون داره که اینا اصلا چیزی حالشون نیست اینا کسانی هم که این امام معصوم بزرگوار رو رها کردن رفتن دنبال دستگاه خلافت و یه مشت های ساختگی درباری تسلیم پول و مقام و ثروت حاکمان فقال له ابن ابل این ابن ابل العوجا گفت لابد من اختبار ما قل تفیه من خیلی ما رو تحریک کردی ما تشنه شدیم باید برم امتحان کنم چاره ای نیست جز این که برم امتحان کنم ببینم واقعا این اوصاف که گفتی هست آخه ما اینقدر عالم و حکیم و فیلسوف و دانشمند و قافل باشیم از این حرفا بریم ببینیم چی خبره امتحان کنم ببینم واقعا راست میگی قال فقال له ابن المقفع ابن مقفع گفت لا تفعل بشین سر جاد ما این کار رو بکنیم فانی فا اخاف فا ان يفسد عليك ما في يدك می ترسم تو از دانشمندان زندقه هستی تو از دانشمندان دهریه هستی تو از بزرگان فلاسفه هستی بری پیش ایشون هر چی که داری ازت میگیره ها عقیدت باطل میشه نمیتونی اونجا خود دفاع کنی فقال علی ذا رعیت گفت نه تو اینو نمیخوای بگی این نظرت نیست ولیکن تخاف ان انیز و اندی میترسی این ادعای بزرگی کردی من برم ببینم که برعکس بوده بعد بگم تو هم چیزی حالت نبود فی احلال که ایاه المحل الذي وصفت آخه اومدی ایشون رو در یه مقامی قرار دادی که خیلی بزرگ بود حالا می تصیب امتحان کنم و تو رسوا بشی که چرا چه ادعایی کردی فقال ابن المقفع ابن المقفع گفت اما اذا توهمت علی هادا فقم الی و تحفظ مستتعت من از اما اذا توهمت علی هادا فقم الی و تحفظ مستتعت من از حالا که گمان بدی درباره من کردی اشکال نداره پاشو برو ولی خیلی مواظب باش خیلی محکم حرف بزنی خیلی هوا رو جمع کنی کوچکترین اشتباه رو اونجا چیه؟ مرتکب نشی که تمام عقایدت به هم میریزه ولا تصنی عنانک الستر سالن اونجا که رفتی بی خیال نباشی ها خیال نکنی که رفتی جایی که هرچی دلت بخواد میگی و رد میشی فیسلمك الى اقالن یه وقت میبینی حضرت تو رو میندازن تو گیر و مجبور میشه اعتراف کنی به آنچه حضرت میگن و همه عقاید دهریگری خودتو زیر پا بذاری اونجا که رفتی سعید بر باشه که تسلیم نشی خیلی محکم وایستی در مقابل که چیه که مبادا در بحث گیر کنی و عقایدت باطل بشه و سمه ما او علیک و در عین حال حواست باشه که چه مطالعی به نفعته و چه مطالعی به ضررته اینا حواست باشه یک کم قفلت کنی خلاصه اونجا یه میدانی نیست که تو بخوای مثل بقیه بتونی در بری و مطلب رو بپوشونی و رد بشی قال فقام ابن ابی العوجا و بقیت انا و ابن المقفع جالسن گفت این ابن عبیل عوجای فیلسوف بزرگ پا شد من ابن مقفع همونجا نشستیم فلما راجع رجع لین ابن عبیل عوجا وقتی که ابن عبیل عوجا برگشت قال ویلک ابن المقفع ما هاذا به بشر گفت وای بر تو ابن مقفع این شخص که انسان نیست این بشر نیست و این کان فی دنیا روحانی یتجسد اذا شا ظاهرا و یتروح اذا شا باطنا فهوه هازا اگر در عالم خدایی باشد که هر وقت بخواد متجسد شود و هر وقت بخواهد روح و جسد شود همین آقای بزرگواره فقال لو و کیف ذالک چی شد از کجا به این رسیدی قال جلست و الی فلما لم یبغ عنده غیری ابتدعنی فقال وقتی که رفتم خدمت ایشون نشستم بقیه که رفتند و من تنها شدم حضرت خودشون شروع کردن به سخن گفتن فقال ای یکن الامر علا ما یقول ها اولا و هو ما یقولون یعنی اهل تو فقط سلمو و عطبتون فرمود اگر حق با اینایی باشه که مسلمانند و اهل حجند و عبادت و توحیدند و حرف اینا درست باشه و واقعیت همون جوری باشه که اینها میگن که البته همین جورم هست حق با اینهاست آنچه اینها میگن درسته ولی در این صورت چه اینها دیگه در امان موندن اینا عقیده معاد دارن عقیده به دین دارن اگر واقعیت همین باشد که حتما همین است خب اینها بعد از مرگ نجات پیدا کردن و عتبتم شما بیچاره ای شما به زحمت میافتید شما به جهنم میروید شما به عذاب گرفتار میشید شما واقعیت رو نیافتید و برای خودتون فلسفه بافتید و ای یکنل علی ما تقولون ولی اگر نه حق با شما باشه همون جوری که شما میگید نه خدایی هست و نه خالقی و نه معادی و عالم خودش همین جور خودش به قانون تکامل و حرکت جوهری و این مهملات بافتنی ساخته و چنین کرده ولی سکما تقولون البته حرفا شما باطله ها فقط استوی تو خب شما با اینا مساوی مردید اونا هم از بین رفتن معادی نیست شما از بین رفتید معادی نیست تازه بگذاریم که اونا در زندگی دنیاشون چقدر راحت بودن به بهترین قوارین در دنیا زندگی کردن به همدیگه ظلم نکردن به همدیگه ستم نکردن حق همدیگه رو نخوردن حق همدیگه رو قسم نکردن امانت دار بودن زنهایشون با حجاب بودن شراب نخوردن دزدی نکردن قتل و غارت نکردن چون وقتی خدا نباشه این آتیست هایی که میگن خب ما البته خودمون آدمای خوبی هستیم خب برای چه آدم خوبی مگه وقتی قرار شد معاد نباشه خب آدم میگه برو هر کاری دلت میخواد بکن دیگه همونم که گرفتید انبیا گرفتید تازه دروغ میگید شما با خواهر و با مادرتون ازدواج میکنید به هر فحشا و منکری تن میدهید شما با اسب و با سگ دلیل نداره که ازدواج نکنید میگه ما نمیکنیم خب بی خود نمیکنی دهر به تو گفته نکن حالا اونی که خدا بهش گفته نکن نمیکنه ولی تو به چه دلیل با سگت ازدواج نمیکنی با خرد و با اسب ازدواج نمی کنی و کردید دیگه و میکنید که کلیپاش هم که پره همه جا بی خودی خودتون میبندید به اخلاق اخلاقی ندارید شما اصلا اخلاق در ند شما ملاکی نداره مناتی نداره حالا این بحث یک سر جا خودش بگذاریم حضرت فرمودن که اینها و شما در آخرت یکی میشن تو دنیا هم اونا برد کردن اون آقایی که مؤمن و زنش مؤمنه است میدونه که در قیاب اون شخص هم اون زن خیانت نمیکنه ولی تو یه آتئیست مثلا به چه دلیل باید همسرت به تو خیانت نکنه البته حقا بهش میدی میگه اونم عمومیه دیگه اشکال نداره من این دروشو بگیرم ظلم بهش کردم مؤمنین که در دنیا هم اتفاقا بهتر زندگی کردن حالا از اینا بگذریم حضرت فرمودند خب اگه واقعا معادی نباشه خب اونام ضرر نکردن شما با اونا یکی فقلت لو يرحمك الله و اي شيء يقولون خدا خدا شما رو رحمت کنه مگه اینا چی میگن ما چی میگیم ما قولی و قولهم الا واحدا من با امینو یکی هستیم ما هم حرفای اینا رو میزنیم فکر کرده که مثلا امام معصوم از باطن این از عقاید این خبر نداره بابا امام معصوم بر کل عالم ولایت و سلطنت داره چی داره که نمیشناسه سلطنت داره برش و حکومت و حاکم و حکم روایی میکنه فقال و کیفه یکونو قول و که و واحدا خودت هم مثل حالید نیست ها تو چطور میگه حرف ما و عقیده ما با اینا یکیه و هم یقولون ان لهم معادا و ثوابا و اینها معتقدند که معادی دارند زندگی بعد از مرگ دنیوی دارند ثواب دارند لذت های بهشتی دارند عقاب و عذاب های جهنمی وجود داره و یدینون به ان نفس سماع الهن و اینها اعتقاد دارند به اینکه این آسمان را خدایی است و معبودی است و خالقی است و صانعی است و انها عمران و آسمان همینجوری باد و نمیدونم خدمت اتفاقات نبوده که عالم رو سر هم کرده باشه اینها یک سازنده عالم قادر حکیمی داره آسمان ها آباده حالا تو زمین رو نگاه میکنه آسمان ها چه خبر داری که در آسمان ها و چه کسانی زندگی میکنند و چه نوع زندگی دارن اینا رو همه رو امام معصوم میدونه هنوز که هنوز این کسانی که مدعیان علم و ساینس و این حرف هستن هنوز تو شک و تردید و تخیل و آزمایشات علکی هستند که در آسمان ها چه خبری است در حالی که اهل آسمان ها و زمین همه در مقابل امام معصوم خوازه اند و فرمان بردارند و امام حجت بر اهل آسمان هاست و همه اینها را راهنمایی میکنه هدایت میکنه و فرمودند آسمان ها رو ما از زمین بهتر میشناسیم تو رای خونت هم گای گم میکنی او آسمان ها براش چه روشن و آشکاره و انتم تزعمون ان السماء خرابون شما میگید نه آسمان همینجوری انفجاری شده بیگ بنگی شده و یه مش خدمت شما اش عناصر رو نمیدونن حالا به هم دیگه مخلوط شدن این نظم دقیق در بین کهکشان به وجود اومده اینقدر شما بی منطق هستید و اینطور حرفای خلاف میزنید لیس فیها احد نه فرشته هست و نه جبرئیلی هست نه میکائیلی هست نه انسانی هست نه خلقی هست نه خدایی هست هیچی رو شما قبول ندارید که فقال قال فقتنم تا من گفت خب عجب جای گیرو اومد گفتم خب الان که دیگه میدون باز شد و فرصت قنیمت او شروع کردم فقلت له ما منعه ان کان الامر کما یقولون ایت هر لخلقه و يدعوهم الى عبادته حتی لا یختلف منهم اثنان ولی محتجب هم و ارسل الیهم الرسول فرصت قنیمت شمردیم و گفتیم خب اگه واقعا یه خدایی هست تو آسمان ها و امر همون جوری که اینا اعتقاد دارن خب چرا خودش نمیاد جلو خلق ظاهر بشه مردم بگه مردم من خدا هستم من عالم خلق کردم بیاید منو عبادت کنید و منو اطاعت کنید تا مردم اختلاف نکنن مردم تسلیم بشن دو نفر اختلاف وقت نمیکردن چرا این خدا پنهان شده بعد اومده پیغمبر براشون فرستاده ولو باشره هم به نفسی کان اقرب الى ایمان به و اگر خودش می اومد مستقیما جلوی مردم و میستاد خب این که خیلی راحت تر بود مردم بهش ایمان بیارن بیچاره انگار پیغمبری که آمد با اون های معجزات و علم و قدرت و رحمت و لطف و رعفت که مردم همه یقین داشتند که این شخصی عالم حکیم مهربانی که اگر اطاعت او رو بکنن دنیا و آخرت چون آباده انگار که دیگه اختلاف نکردن فکر کرده که مردم همیشه از جهل اختلاف میکنن نه عزیز من مردم اکثرش از اناد اختلاف میکنن معاویه و امرعاس با هم دیگه دعواشون شده بود سر تقسیم دنیا امرعاس شعر مفصلی گفت در خطبه اون شعر مفصل جلجلیه گفت چی میگه امرعاس من و تو با همدیگه قرار گذاشت حق علی رو بگیریم بعد با همدیگه نصف کنیم مگه ما نمیدونیم حق با علیه یهودی و مسیحی و بودایی میدونن حق با علیه و کسانی که صبح تا شب اونجا عدالت و علم و معجزات پیغمبر و امیر و علیه سلام رو میدیدن نمیفهمیدن میفهمیدن خدا اگه بیا جلوشون واسه فکر کرد اینا میگن آقا تسلیم خب تیر میزنن خدا رو میکشن بگذاریم از اینقدر عقلش نمیکشه خدایی که بتونه بیاد جلو تو وایسته و, و ما با که خدا نیست که اون مخلوق مثل تویه همون جور که تو با این فکر و ذهن و بدن دقیقت یک سانه ای لازم داری خب خدا هم یک خدایی لازم داشت که این اونجوری ساخته باشه لذا خدا خودش جز و کل زمان و مکان نباید داشته باشه اصلا اینایی که این حرفا رو رد میکنن اصلا توحید و بوی ازش نبردن اصلا نمیفهمن بیت چی میگن که بعد میخوان چیه بیان مبارزه هم بکنن در شرق و غرب خب بگذاریم آقا چرا خدا خودشو نشون نمیده چرا پنهان میشه این همه مردم به درد میندازه این همه گرفتاری درست میکنه فقال للی ویلک و کیف احتجب عنک حضرت فرمودن وای بر تو چطور خدا تو پنهان شده آخه تو الان وارد این اتاق میشی این در و دیوار رو فقط میبینی دیگه میگی سانع نداره چون سانعش مخفی شده حتما باید سانعش از توی گور در بیارن جلو زنده میشه که بفهمی اینجا رو یه سانعی ساخته آقا این کتاب رو شما اومدی وارد اینجا شدی میبینی کتاب رو میبینی آره بعد بگم معلف داره بگی نخیر معلف نداره یا بادی اومده این کتاب نوشته شده اگر معلف دارد چرا خودش نشان نمیداد یعنی اینقدر تو عقل شعورت پایینه که بعد معلف رو بیان نشونت بدن که بگیر معلف دارد خب عقلتو تو به کار بندازی کتاب بدون معلف نوشته نمیشه این ساختان بدون سانه ساخته نمیشه این بدن تو بدون یک سازنده سانه حکیم قادر مهربانی ساخته نمیشه عقل تو به کار بنداز با عقلت ببین به اندازه بچه دو ساله و سه ساله فقط چشمت کار میکنه گوشت فقط میشنوه عقل دیگه اصلا نداری حضرت فرمودن چطور خدا پنهان شده از تو و خودش نشان تو نداده است کیف احتجب عنک من اراک قدرته فی نفسک خدا قدرت خودش را در نفس خودت به تو نشون داده در چشمت نشون داده در گوشت نشان داده در زبان نشان داده در قلبت نشان داده در ناخونت نشان داده در پوستت نشان داده در عصبت نشان داده در رگ و پیوندت نشان داده هر جای وجود خودت رو نگاه میکنی میگی من یک سازنده عالم حکیم مهربانی دارم ولی تفکر تو باید درست کنی چشمت که مانند گوسفندم میبینه تفکر تو درست کن عقلت تو به کار بنداز نش اکوالم تکن از کجا اومدی عناصر طبیعت تو رو ساختن اونا رو کی ساخت بیگ بنگ تو رو درست کرد بیگ بنگ رو کی درست کرد از این بیگ بنگ از کجا اومد مگه میشه عالم ازلی باشه همون نمیدونم میدانهای مغناطیسی و امواج و نمیدونم عناصر و چیزهای اولیه همینجور ازلی بودن مگه نمیگیم بینهایت باطله و ازلیت محاله اونا رو کی خلق کرد حالا اونا رو که خلق کرد بماند یه بادی آمد را که اون خلقت رو هم دیگه ریخت یک بادی آمد این حروف کتاب سر هم شد تازه بماند که اون اجزای اولیه رو باید خلق کنه و ثانیا اجزای اولیه رو باید به نحوی مرتب کنه که این فواید و آثار برش مترتب بشود نش اک ولم تکن قد کجا اومدی تو نبودی که ببین کی تو رو ساخته کی خلقت کرده و آثار خلقتش را و علم قدرتش را و حکمتش در خودت ببین و کبرک بعد سقرک <تصفح> حالا وقتی به دنیا اومدی مثل این که فرض کن مثل یک شاخه از درخت بیفته همونجا به خشکه و بمونه چطور تو وقتی به دنیا آمدی به این قانون منظم بزرگ شدی بزرگ شدی بزرگ شدی بزرگ شدی همینجوری علکی بادها تو رو اینجوری کردن یا خدا تو را به یک قانون منظمی آفریده است که خدمت شما عرض شود به این حالت برسی یه هواپیما وقتی حرکت میکنه اونی که باله هاش تغییر میکنه خود باد تغییرش میده اون که در هم میشکندش وقتی میخواد بنشینه یه دفعه باد میاد میگه چرخات باید باز بشه دو تا سه تا علامت کوچولو در این هواپیما میبینی که تغییرات حکیمانه است میگی این هواپیما ساز بوده اون خودت را که به این قانون منظم قلبت ششت ریت چشمت گوشت دستت پوستت همه اینا داره کار میکنه همین جوری خودش به وجود اومده ها بعد میگه خدا پنهان شده خدا رو با عقلت باید ببینی نشأك ولم تكن وكبرك بعد صغرك وقوتك بعد ضعفك وصلى الله على محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين بغية جلس بعد ان شاء الله. <applause> اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد